این دو مادرات عزیزانی دل برنامه بامدادی سوپی دوشنبه و سوپی نازنینی پایتخت عزیز رو به خاندانی هر یک شما به خیر و شادی باد میگویم. چون امروز روزی چهارشنبه است و ما با استودیای برنامه بامدادی سوپی دوشنبه چون هر وقت دعوت نمودیم دکتر روانشناس محمود کبیری رو. خوش آمدید به برنامه بامدادی سوپی دوشنبه. خب امروز موضوعی خاکساری و نظر بلندی رو انتخاب نمودیم که از جانب بینندگان تلویزیونی دوشنبه و مخصوص برنامه سوپی دوشنبه درخواست کرده شد. خب سر اول می‌خواستیم مفهوم خاکساری و نظر بلندی رو کمی شرح می‌دادید که این دو مفهوم چی رو در بر می‌گیرد. واژه‌های خاکساری و نظر بلندی اینها کلمه‌هایی هستند که مردم ما بسیار اینها رو استفاده می‌برند و در ادبیات ما هم آنها درد شدند. مثلا مردم ما آدم خاکسار رو دوست می دارند و هم در ایجادیاتش و هم در گفتگوی عادی هر روزه که بین یک دیگر مشیرت و معاشرت می کنند ما می بینیم که این کلمه بسیار استفاده برده می شود و نسبت به نظر بلندی اندکی با یک دیدی دیگر خیلی نظر میکنند و البته ما این چیز رو میخواستیم شرح بدهیم از لحاظ علم های گوناگون، مثلا دین، فلسفه، معنویات، روانشناسی، ادبیات هست. مفهومی که خاکساری یعنی که این اگر از حساب حکمت شناسی بگیریم درکی بلندی معنی حیات است که حیات انسان عاقبت با یعنی که خاک رفتن است و این میتواند تاثیر مثبت رساند یا میتواند تاثیر منفی رساند. در بعضی ها میتواند چنان کند که زندگی نکنند و بعضی ها میتوانند که وقت را غنیمت شمارند و کارهای خوب و نغز و کارهایی که عموما برای خلق و ملت مهم هستند آنها رو بیشتر و بیشتر تر کنند. یعنی که بیشتر چیزهایی هستند در زندگی که اگر انسان خاکسار باشد یعنی معنی حیات رو بفهمد آنها رو صرف نظر می کند، وقت خود رو در آنها صرف نمی کند و در مقصدهای اساسی خود می رود. مثلا در ادبیات ما ایجادیات بود با تخلص خاکی راه مثلا ایجاد میکردن، همه این معنا داشت که ما از خاک آمدیم و باز به سوی خاک میرویم. ولی در زمان حاضره چی طور ما این واژه را استفاده بریم، چی طور کنیم که مردم ما که این صفت خیلی خوب است، یعنی آن خلق آن ملت های به خاکساری میرسند، به همون زینه مفهوم خاکساری میرسند که آنها زینه های معنویات را میگذارند، یعنی زینه های بلند را میگذارند. ولی در زمان حاضر چی طور این رو استفاده برد؟ ما این رو میتونیم از دریچه روانشناسی وارد شویم و ببینیم که اگر انسانی که پخته باشد و در زندگی خاکساری رو پیشه کرده باشد دائم عملش از پای اون است که مردم رو کمک کند، کارهای خوب رو بیشتر بکند، منفعت آور باشد و حالتی خود بهادهی او در یک زینه معین قرار دارد که نه پست است و نه بلند، یعنی این خیلی آدم آدمی پخته، آدمی رسیده، آدمی کامل شده گفتن ممکن است. بسیار وقت است که در زندگی انسان ها آدمان با چیزی خود را راست میکنند، با چیزی را برای خود یک نمونه میگیرند، ایدئال چیزی که میگن کمیر میگیرند و به همون میخواهند خود را راست کنند و در همین حالت بعضن میشود که این خودبهادهی میتواند که در خود باطنی همون شخص باشد، ندیده گرفتنی کمبودی های خود و سبب این تعریف های نادرستی مثلا اعضایان آیله یا که اون کلکتیوی که زندگی میکنن سبب این میشد که چون این آدم در اون چیزی که در باطن او هست با او باور میکنن. خب این آورده میرسونن با نظر بلندی و البته وقتی که همه وقت طرف های مثبت حیات خود را میبیند، طرف های منفی خاراکتری خود را کمتر میبیند، کم آدمان جرأت میکنند که آنها را بگویند،
و چه خیلی که یکی از همون ایدئولوگ های عصر 20 میگفت که اگر دروغ هزار مراتبه تکرار شود عاقبت اون رو همچون راست قبول میکنند. این معنای اون رو دارد که بسیار وقت در نتیجه بخودهی نادرستی ابیکت یا سوبیکت چنین بشود که خودی ان همون دیدی مردم هم و خودی نظری ان همون سوبیکت هم و اون بهاها و اون اطلاعات ها و اون چیزهایی که دلیل هایی که آورده می شوند باور میکند. و وقتی که مثلا نظر بلندی انسان در رفتار او، در گفتار او، در مناسبت ها وقتی که ظهور میکند، این سببی آن می شود که بسیار کسانی که با او مناسبت میکنند خود، یعنی که خود بهادهی خود را پست میکنند، یا اینکه آنها از این یک آسیب روانی میگیرند و این سببی برانگیختن دشمنی می شود. و البته نظر بلندی آدم بسیار وقت شاید اگر که در رفتارش باشد شاید اون رو مردم اونقدر دقت ندهند، ولی وقتی که در گفتارش پیدا می شود و وقتی که اون رو خودش صفت های مثلا مثبت خود را میگوید، آن وقت البته از طرف مردم این نادرست قبول میشه، چون که یک ارزش معینی که رفتارهای درست انسان در هر جامعه هست. اصلا کدومی از شخصان میتواند خاکسار و کدومی دیگر نظر بلند باشد؟ چگونه آنها را فرق کرده ممکن است؟ ما میدانیم که هر یک انسان به دانش و به چیزهای مخصوصی تست های پسیخالوگی در روبرو شدن به کسی میفهمد که این انسان خاکسار است یا که این انسان نظر بلند است. دو چیز حالتی انسان رو معین میکند، یکی دانش و دیگری مال و پول. مثلا دانش در اول و مال و پول هم در اول نظر بلندی رو بلند میکند، بهاد خود بهادهی رو بلند میکند. ولی بینید در فلسفه معنویات ما گفته شده است که علم عاقبت به حلم میبرد. حلم ملایمی هست. مثلا آدمی که عالم شد، اول بینید عالمان جوان رو خیلی آنها که نظر بلند هستند یا که کسانی که نو دارای مال و پول میشوند، اما وقت از آن حلاوت میگیرند که از دیگران فرقیتی دارند. این چیزی عادی است و طبیعی است، برای همین جوانان را میبخشند. ولی کسانی که اگر کلان سالتر باشند، پخته باشند، در زندگی به یک سن سال رفته باشند، اگر چنین رفتار کنند شاید مردم جامعه از آنها رنجش بگیرد. برای همین علم به حلم میبرد و مال و ثروتی که انسان ها دارند عاقبت به مسئولیت میبرد، که انسان صاحبی مال و پول زیادی شد، او مسئولیت زیادی را به دوش خود میگیرد، چون که نعمتی که در جمعیت هست در دست او جمع شده است و آن را چی طور به مردم تقسیم کردن و آبادی کردن در وطن و بسیار چیزهای دیگری که حالا ما در جمعیت خود میبینیم. ولی آدمی که خود بهادهیش پست است، این از حساب کمی اطلاعات و یکی از سبب های اون که انسان کمی اطلاعات دارد این نشناختن خود هست. انسان باید خودش رو بشناسد. مثلا چند نمودی شناخت خود هست. این شناخت خود همچون آدم، یعنی فرقیت او از حیوان، شناخت خود همچون سرچشمه مهر و محبت، مناسبت های خوب انسانی، شناخت خود همچون کسی که عالم رو میتواند دیگر کند با دانش خود، شناخت خود همچون نماینده فرهنگی، شناخت خود همچون شخصیت، کسی که در جمعیت منفعت میارد. شخصیت کسی است که از جمعیت از او منفعت میبیند. شناخت خود همچون طبیعت، قسمی از طبیعت، و شناخت خود همچون ذره کیهان. یعنی این شناسایی خود هم چند زینه های خود رو دارد. وقتی که انسان خودش رو نقص شناخت، آن وقت خود بهادهیش هم واقعی می شود. آدمی که خود رو کمتر می شناسد، صفت های خود رو، آن وقت آنها البته خود بهادهی رو پس می کنند و آنها عصبی هستند، دائم ناراضی هستند،
حالت در حالت جنجالی قرار دارند، واقعیت رو قبول نمی کنند. مثلا اگر نظر بلند رو اگر اندکی تنقید کنید دشمنت می شود و کوشش میکند که کمبوده هایی گویم که همون حریف خود رو یابد و عموما یک نازکی های دیگری در اینجا پیدا می شود که در حالت دیدنی مثلا چونین حال یعنی که بهادهی پست و بهادهی بلند چی آدمان بزرگ باشند چی کسانی که مسئول هستند پدر و مادر هستند تیز به روانشناس مراجعه کنند تا اینکه صفات های انا همون خوبی انسان رو بیدار کنن تا بهادیش خوب شد و طرف های منفی اش رو نشان بدهند تا اینکه خود بهادیش بلند نشود. باری دیگر شما رو خوش آمدید میگویم به برنامه بامدادی سپید دوشنبه و بینندگان عزیز یادآور میشویم که مهمان امروز برنامه ما بودن دکتر روانشناس محمود کبیری. برنامه سپید دوشنبه ادامه دارد، با ما بودن رو فراموش نسازید.